توی این قسمت من کلیات نرم فاینال کات رو خدمتتون میگم منوی اولی که شما اینجا میدید منوی فاینال کات در واقع منوی سیستمی شماست تنظیمات برنامه فاینال کات در واقع پرفرنس شما تنظیمات سیستم سیتینگتون ایزی ستاپ هاتون و آدیو ویدیو سیتینگتون توی منوی فاینال کات قرار داره اگر بخواید فاینال کات رو ببندید و کلن برنامهش رو ببندید کامنت کیو یا کویت فاینال کات رو میزنید اگر بخواید فاینال کات رو دیگه نبینید و برنامه با برنامه های دیگه کار بکنید ولی فاینال کات پرو رو نبندید هاید آدرز یا همون مذر میخوام هاید فاینال کات یا همون کامنت اچ رو میزنید و اگر بخواید برنامه های دیگر رو پنهان بکنید به طور مثال من چند تا پنجره فایندرم رو اینجا باز کردم که وقتی میام توی فانال کات و دوباره برمیگردم روی فایند دارم اینها رو میبینم شما اگر اجازه بدید من اینها رو اینجا بذارم که دیده بشن اگر شما هاید آدرز رو بزنی تمام پنجره ها همونطور که دید محف شدن از اینجا غیر از فانال کات رو براتون ناپدید میکنه اما منوهای دیگه چیکار میکنند منوی فایل شما در واقع مرکز ورود و خروج اطلاعاتتونه سیف کردن پروژتون وارد کردن اطلاعات به فانال کات خروجی گرفتن از فانال کات پرینت کرد پرینت تو ویدیو یا در واقع همون ضبط روی تیپ ادی تو تیپ و حالا اطلاعات دیگه شما مثل کپچر در واقع این همون گذرگاه ورودی و خروجی شماست ادیت که توی برنامه های دیگه هم حتما باش کار کردید آندو، ریدو، کپی، پیست، دوپلیکیت و حالا عناوین دیگه ویو که در واقع همون دیدن هست یا همون چطور دیدن به طور مثال شما اگر بخواید روی این کلیپ زوم بکنید هم میتونید بیاید از اینجا روش زوم بکنید مثلا 100 درصد ببینیدش 200 درصد ببینیدش کوچیک‌تر 50 درصد 25 درصد یا حالا عناوین دیگه در واقع این شورتکات هایی هستند که توی منوی ویو اصلشون وجود داره شما توی خودآموزهای های قبلی دیدید که من اینجا تکس های این پنجره بروزر رو بزرگتر کردم در واقع کنترل فریکی که من انجام دادم همون تکس سایزی بود که اینجا وجود داره که من اگر پنجره بروزر رو فعال بکنم فعال میشه همونطور که توی درس قبلی دیدیم اطلاعات اصلی شما اینجا میان اگر روی یک فایل دابل کلیک بکنید توی پنجره ویور شما باز میشه این قسمت در واقع خروجی تایم لاین شماست همونطور که شما می‌بینید پایین قسمت تایم لاین شماست با زدن کامند یک پنجره ویورتون رو میتونید روشن و خاموش بکنید و ببینید کامند دو پنجره کنوستونه کامند 3 تایملاین و کامند 4 بروزر به طور مثال شما اگر بخواید فقط با کیبورد کار بکنید و اصلا دستتون رو روی موس نبرید میتونید با این شورتکات ها بین این پنجره ها جا, به جا بشید مثلا من میخوام یک کلیپ رو باز بکنم کامند 4 رو میزنم میام روی ایفل دو قسمت اول و آخری که میخوام رو انتخاب میکنم و میام روی تایم لاین دوباره برمیگردم تو ویور و حالا مثلا یه اوورلی ادیت میکنم البته در مورد کارهای اتفاقاتی که افتاد حتما بیشتر توضیح میدم خدمتون پنجره سوم مارک حتما توی برنامه های دیگه ادیت دیدید که میتونید شما روی گریپتون مارکر بزنید و حالا به این پوینتتون برید به آوت پوینتتون برید و حالا یک سری تنظیمات دیگه مادیفای برای تغییر دادن کلیپ های شماست به طور مثال من اگر بخوام سرعت این کلیپ رو کم و زیاد بکنم صدای سینکی که همراهش هست رو ازش جدا بکنم و حالا یه سری تغییرات دیگه مثلا لیبلش رو عوض بکنم مثلا برداشت خوب که قرمز رنگ بشه در واقع نارنجی رنگ بشه حالا یا تنظیمات دیگه به منوی مادیفای میام پس تنظیمات کلیپ های شما توی منوی مادیفای هست تنظیمات تایملاین شما یا در واقع تنظیمات همون سیکونسی که اینجا میبینید اگر من این رو بمندم روی این سیکونس دوبل کلیک بکنم دوباره باز میشه توی منو سیکونستونه به طور مثال شما میگید که فقط تصاویری که رندر نیاز دارن رو رندر کن یا مثلا میخواید بگید که به جای اینکه این پروژه این تایملاین 720 در 576 باشه ابعاد دیگه ای داره حالا یا تنظیماتی که حتما توضیح راجع داده خواهد شد افکت همونطور که از اسمش برمیاد جایی که تمام افکت های شما وجود داره تولز یک سری ابزار توی فانالکات هستن البته نه این تول باری که شما میبینید به طور مثال آدیو میکسر شما آ... میکسر صداتونه یا مثلا کویک ویو شما یک سری امکانات خاص به شما میده که حالا حتما توضیح میدم در موردش و پنجره ویندوتون هم در مورد دیده شدن یا دیده نشدن این پنجره هایی که اینجا دارید هستش به طور مثال من اگر اینجا محیط کارم رو تغییر بدم و عوض بکنم و بخوام به حالت ها استاندارد برگرده میتونم از طریق پنجره ویندو در واقع از طریق منوی ویندو این کار رو انجام بدم با این توضیح کلی توی درس بعدی یه مقدار راجب هر کدوم از این اتفاقات بیشتر صحبت میکنیم